بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمتتون هستم با برنامه مسابقه کلید، ادامه هفته در واقع گذشته که دو شرکت کننده پشت خط بودن. اتاق فرمان اسامی رو به من میگن تا بریم سراغ شرکت کننده هایی که پشت خطن. من یه مقدار قبل از اینکه مسابقه رو شروع کنیم میخوام یه نکته رو که فکر میکنم تأثیر داره توی زندگیمون همین ابتدای برنامه در موردش صحبت کنیم و بعد میتونیم در مورد اون موضوع یا این عنوان با شرکت کنندگانمون هم بحث کنیم. کیا پشت خطن؟ اتاق فرمان. آقا محمد، حال شما چطوره؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، خوب هستید؟ سلامتی سری عزیز. سری قبل زنده باشید. سری قبل فقط 5 نفر تونسته بودید جمع کنید، این سری چند نفر هستن؟ فعلا یه 10 نفری میشیم و قرار 5-6 نفر دیگه هم بیان. یعنی خب این شرکت کننده مقابل شما چه گناهی کرده باید با یک تیم فوتبال در مسابقه بده؟ دیگه خیلی اول به مبحث میکردید ببینیم چی. آقا دیگه خوبه دیگه، باید طرف مقابل هم هر کی هست الان یار جمع کنه. کی پشت خط؟ اتاق فرمان نفر. خانم لیلا. لیلا خانم شما چند نفرید؟ ما 3 نفر. 3 نفر. کیو؟ خواهرزادم و خاله. خواهرزاده و خاله و خودتون. لیلا خانوم هم 3 نفر در مقابل 10 نفر آقا محمد با 5 نفر که یار اضافی دارن کم کم تشریفشون رو میارن. اتاق فرمان سریعتر لطفا این رو به بورد بگن که هفته گذشته به چه شکل بوده و به همون شکل ادامه مسابقه رو بریم. قبل از اینکه نور قرمز بشه لطفا، شین آبی بشه لطفا، به هم آبی بشه لطفا. خانم لیلا قرمز رنگ هستند. آقا محمد قرمز، لیلا خانم آبی رنگه و نوبت تمام اینها رو به صورت زنده و مستقیم داره به من مخابره میشه. ما همچین حالت الهام بهمون دست میده تو این همچون مواردی. الان تا فرمان من میگن که نوبت کی، اما قبل از اینکه اتاق فرمان بگن یا حالا به من گفتنم این مطلب رو میگم. ما تو جامعه خیلی ها رو دیدیم که ایمانی که در قلب دارند بستگی به اتفاقاتیه که در زندگی براشون افتاده. مثلا یه نفر احساس کرده که مصیبت هایی که بهش رسیده توی دنیا خیلی زیاد بوده و تأثیر زیادی توی زندگیش گذاشته، سختی های زیادی رو کشیده و این مصیبت ها رو ربطش میده به ایمانش و ایمانش رو ضعیفتر میکنه و بد میگه از این اتفاقات، تا جایی میرسه که بد میگه بدین، بد میگه یا بد صحبت میکنه در مورد پروردگار متعال و از این قبیل. و اگر خوبی بهش برسه خوشحال میشه، شادمان میشه و میگه که من با ایمان بودم پس این خوبی به من رسید. این دقیقاً موضوعیه که پروردگار متعال در سوره حج در موردش صحبت کرده، در مورد این گونه افرادی که کلامی ایمان دارن، ایمانشون ضعیفه، پروردگار متعال رو پرستش میکنند با حرف، با کلام، بدون راه یافتن ایمان در قلبشون. ما ایمانمون بستگی به اتفاقاتی که توی روز برامون میفته، تو زندگی برامون افتاده نیست. بعضیا فکر میکنن که ما همچنان باید الله متعال رو بشناسیم یا قبولش کنیم و میگردن دنبال چیز فلان مورد رو میبینیم، پس الله متعال، پس اللهی وجود داره، پس خالقی وجود داره و این هم من پس با ایمان هستم. حالا اگر به مصیبتی رسید بعد میگم به اون خالق و اگر خوبی دیدم خوب میگم به اون خالق. این ایمان نیست. هیچ جای قرآن، هیچ جای اسلام، هیچ وقت رسول الله علیه السلام نیومدن که بگن خدایی هست. انسان به فطره میدونه خدایی هست. ما وقتی مسلمون هستیم، وقتی مؤمن هستیم، یعنی تسلیمیم در مقابل خواسته های پروردگار متعال. یعنی اگر مصیبتی بهمون رسید صبر میکنیم و اگر خوبی بهمون رسید شکر میکنیم. در هر دو صورت ایمانمون افزایش پیدا میکنه و در هر دو صورت راضی هستیم.
این یک زندگی ایدئال راحت برای یک انسان مؤمن، نه اینکه وقتی خوبی به ما رسید خوشحال بشیم و اگر بدی به ما رسید انقلب علی وجهه. میدونید همچون اشخاصی پروردگار متعال چی بهشون میگه؟ کسانی که با حرف ایمان دارن، خدا را عبادت میکنن و اگر خوبی بهشون رسید خوشحال میشن، اگر بدی بهشون رسید روگردون میشن. میدونید اینا کی هستن و پروردگار متعال در موردشون چی میگه؟ میگه کسانی هستن که خسر الدنیا والآخره ذلك هو الخسران المبین، کسانی هستن که دنیا و آخرتشون رو باختند و این خسارت دیدن و زیان آشکاره. بیشتر در ادامه برنامه باهاش صحبت میکنیم. لیلا خانم، آقا محمد آماده هستید؟ نوبت کی؟ اتاق فرمان. لیلا خانم شما در واقع قرمز رنگ هست گزینتون، نوبت شما هم هست، باید قرمز رو به قرمز بس کنید. ادامه مسابقه هفته گذشته بگو کجا رو میخوای. خانم لیلا قطع شدن. انقدر میگن صحبت و تفاهم، میگه انقدر صحبت کرده لیلا خانم قطع شدن. آقا محمد پشت خطید؟ بله پشت خط هستم ولی قرمز منم. قرمز شمایید؟ اتاق فرمان دقت بیشتری کن. اتاق فرمان دقت بیشتری کن لطفا. الان چک میکنم سریعا بهتون میگم. آقا محمد در مورد این نکته ای که من گفتم، کسانی که پروردگار متعال رو با حرف پرستش میکنند، یعنی با ایمانی ضعیف سست الله متعال رو پرستش میکنند کلامی، نظر شما در مورد اینها کی هست؟ آیا به نظر شما میتونید یه نمونه تو جامعه به ما بگید از این رفتار؟ سایی تلویزیونتون بازه؟ دارم بهم میگن، من دقیق اطلاع ندارم. چی دقیق اطلاع ندارید؟ دارم نظرتون رو میپرسم. نه کنید، چیزی که من گفتم فقط نظر شما رو میخوام، یعنی سوال نیست اصلا. کسانی هستن که ما میبینیم فقط کافیه برید باشون درد دل کنید، هر بدی که بهشون میرسه انگار تأثیر گذاشته در ایمانشون و هر خوبی که بهشون میرسه میگن الان خدا با منه، خدا هوامو داره، خدا دوستم داره، چون خوبی بهش رسیده و اگر بدی بهش برسه برمیگرده، خدا منو دوست نداره، انگار دیگه خدا فراموشم کرده، خدا با من کاری نداره، میخوام دیگه از این دنیا برم، دیگه بسمه. این ایمان، این شکل ایمان آوردن، این شکل پرستش پروردگار متعال، اینو تو جامعه زیاد نمیبینیم؟ نمیبینیم؟ اطرافیانتون دارن به شما میگن باز اینو؟ بله. خب پس ورش کنیم. لیلا خانم وصل شده؟ لیلا خانم پشت خطید؟ بله بله. بله. اتاق فرمان قرمز رنگ کیه؟ نیم ساعت اتاق فرمان داره چک میکنه الان. قرمز رنگ آقا محمد هستن، بنویسم آبی که منم. آبی لیلا خانم هستن و نوبت لیلا خانمه، درسته؟ بله. نوبت لیلا خانم راست درسته. بفرمایید خانم لیلا، کدوم گزینه رو میخواید؟ جیم. جیم اینجا آبی رنگ میشه، قرمز آقای محمد، آبی لیلا خانم. و سوالی الان براتون پخش میشه خانم لیلا که کلمه جواب با جیم آغاز میشه و اگر فهمیدید باید بگید قفلش کن. بریم ببینیم. همسایه در زبان عربی. همسایه در زبان عربی. جار. تا الان گفتند جار، قفلش میکنیم ببینیم چه اتفاق. درسته جار. رسول یه حدیث از رسول الله میتونید بفرمایید در مورد همسایه؟ خانم لیلا، لیلا خانم دقیقا نمیدونم، دقیقا یادتون نمیاد. رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند انقدر که جبریل من رو وصیت کرد و تذکر داد در مورد همسایه، به اونجایی رسید که با خودم فکر کردم شاید همسایه ارث میبره. یعنی انقدر موضوع همسایه مهمه، انقدر خونه به خونه چسبیدن و کسانی که اطراف خونه ما دارن زندگی میکنند مهم هست. و در واقع در این مورد هم آیات و هم احادیث زیادی وجود داره. حالا یه نمونهش بود. آقا محمد کجا رو میخوای؟ میم رو میخوام استاد. میم
میم روشن میشه، سفید رنگ میشه اگر پاسخ بدید به رنگ قرمز در میاد. سوال: اولین غزوه‌ای که خالد ابن ولید رضی الله عنه در آن شرکت نمود؟ بگو. بگو. غزوه مؤته. قفلش کن. درسته، غزوه مؤته. اولین غزوه‌ای که خالد ابن ولید شمشیر بران در اونجا در اون شرکت کرد. یکی از علتهای شکست مسلمانها توی تنها شکست مسلمانها در غزوات در غزوه احد بعد از پیروزی مسلمانها بعد تبدیل شد به شکست، همین زیرکی خالد ابن ولید رضی الله عنه بود که بعد از اون تمام این زیرکی برای اسلام استفاده شد، بعد از اینکه با خواست خودشون ایمان آوردند. بریم سراغ شرکت کننده بعدی، لیلا خانم. کجا رو میخوای خانم لیلا؟ عین. روشن میشه. سوال: نزدیکترین سیاره به خورشید است؟ نزدیکترین سیاره به خورشید با عین. عطارد. مطمئنی؟ خفش کنیم. عطارد. درسته. آبی رنگ میشه. آقا محمد کجا رو میخوای؟ خطرناک هم هست. آقا محمد داره حساسیت ماجرا رو درک میکنه فکر میکنم. این کلیده هم انقدر بالاه که ما میخوام یکیش در بیاریم. بله، ببینیم چی اومد. خیلی خوب، فکر میکنم بتونی بهش پاسخ بدی. یک دقیقه هم وقت داری. وقتتون هم از الان آغاز میشه. دو سوره قرآن کریم که به که با لا اقسمه آغاز میشه یا لا اقسمو. استاد، یکیشون سوره قیامه است و یکیشون سوره فلق. بگو جفتشونو. آیه اول: لا اقسم بهذا البلد. بهذا البلد. چرا پروردگار متعال گفته لا اقسمو؟ این اطرافیان خطرناکی دارین آقا. چرا گفته لا اقسمو بیوم القیامه؟ چرا قسم نمیخورم به روز قیامت؟ چرا گفته اصدار بنده؟ از من دارم از شما سوال میکنم. خب منم از شما میپرسم. به این لا به معنی نفی نیست. لا اقسمو به این معنی نیست که قسم نمیخورم. این تأکید روی قسمه. لا اقسمو بیوم القیامه، یعنی قسم میخورم به روز قیامت و این تأکید روی قسمه. این لا به معنی نه نیست. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته در اونجا. کدوم گزینه رو میخواد خاموش کنه؟ آقا محمد. تصویر نیومده استاد. تصویر الان میاد. عین، شین، با و جیم رو آبی رنگ کردند. اگر این رو نمیتونستی جواب بدی کارت سخت میشد، چون که لیلا خانم با یک گزینه میتونست خودش رو به این سمت جدول برسونه و اون فاصله یا اون گپی که اینجا وجود داره رو بپوشونه. الان بگو کجا رو میخوای. الان اختلاف العلماء، همه دارن بحث میکنن برای این که بینن کدوم گزینه خانم لیلا رو خاموش کنن. خانم لیلا داره دعا میکنه که اینا اشتباه خاموش کنن، اما نه. استاد جیم بزن. کجا؟ جیم یا به؟ جیم خاموش میشه. جیم. استاد جانم بیو بزن. خاموش شد دیگه تموم شد. خانم لیلا کجا رو میخواید؟ کدوم رو خاموش کرد؟ جیم رو خاموش کردن. همچین لیلا خانم با طلبکارونه کدوم رو خاموش کرد؟ میام برات. کجا رو میخواید؟ الف. سوال: نوع امواجی که رادار میفرستد؟ نوع امواجی که رادار میفرستد چیست؟ نوع امواجی که رادار میفرستد با الف.
10 ثانیه. الکتریسیته قفلش میکنه. همینطوری الکی گفتی داره؟ الکترومغناطیسی امواج رادار هستند. خاموش میشه. الف کجا رو میخوای آقا محمد؟ داره به یه جاهای حساسی میرسه آقا محمد. استاد جیم رو میخوام. میدونم دعوا شده استاد. چی شده؟ دعوا شده؟ یه 15-13 نفر گفته از اون هم. اوه شما سعی کنید موبایل رو بردار بود و همتون رو دنبال جوابم بده. سوال یه گوشه نشستیم گتش میخوریم. آخه میتونه سلفی بگیری بعد برای خود آپلود کنی بگید من و 15 نفر که دارن منو میزنن همین الان یهویی. بریم ببینیم جیم. آیه را تکمیل کنی. آیه را تکمیل کن. و کان الانسان اکثر شیء جای خالی. جدلا قفل. و کان الانسان اکثر شیء جدلا. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب خودت فکر کن دیگه. ساده است. جدل میکنه. چرا و کانه؟ چرا گذشته گفته؟ یک متخصص علوم شرعی اونجا داره. چون وقتی خدای بزرگ انسان رو درست کرده از جود درست کرده. سوالم رو یه جور دیگه میکنم که به جواب برسی. چرا پروردگار متعال میفرمایند و کان الله غفورا رحیما؟ و کان الله چرا غفور رحیم بود پروردگار متعال؟ چرا اینطوری معنی البته درست نیست معنیش که کردم. چرا میگه و کان الله؟ سوال سخت نیست. خب بهش فکر کنید. یعنی وقتی ما آیه رو میخونیم میگیم خداوند کانه یعنی گذشته است دیگه و خداوند غفور و رحیم بود. چرا؟ خیلی جاهای دیگه همین جوری اومده این کانه به این معنا. اینجا به معنی گذشته نمیشه. اگه دقت کنیم اون داره بهت فکر میکنم داره بهت میگه به معنی گذشته نمیده. این به معنی همیشه میده و همواره پروردگار متعال غفور و رحیم هست. مثلا تو این آیه یعنی همیشه همواره الله متعال به این صفت رو داره و این از صفات پروردگار متعال هست جل و علا. کجا رو میخوای لیلا خانم؟ شین. کجا؟ شین رو که سین؟ بله سین. سوال. آشفتگی و پریشانی و سرگردانی. آشفتگی و پریشانی و سرگردانی با سین. سراسیمه یا سراسیمگی باید چیکار کنی الان؟ قفلش کن. سراسیمه یا سراسیمگی باریکلا درست بود. من خودم بعضی وقتا فهم کردم که سردرگمی باید بشه سین رو باید روش چیز میکردم بردمون فهم کنم باید آپدیتش کنیم کم کم. کجا رو میخوای آقا محمد؟ خوب دارین جواب بدید ماشالله. وقتی گیر میکنید دیگه با هم گیر میکنید همه اینطور یه گزینه رو میمونید. کجا؟ بزن اون کلیدو بزن. این کلیدو بریم ببینیم چی. آره. فکر میکنم بتونی بهش پاسخ بدی. سوال. دو ماه اول و دو ماه آخر هجری را نام ببرید. عربی قمری. دو ماه اول. محرم و صفر دو ماه اول هجری و دو ماه آخر. فقط فکر کنید میرسید بهش چون این ماه آخر از اولی کم شاید سخت‌تر باشه. اینا هر دوش آسونه. مطمئن هستی اول محرم و صفر و آخر ذی‌القعده و ذی‌الحجه رو تا الان گفتی؟ چی بگیم؟ ذی‌القعده و ذی‌الحجه آخر و محرم و صفر اول.
ببندیم بریم پی کارمون. انشالله درسته. محرم و سفر که مشخصه، محرم که مشخص اولین ماهه، محرم و سفرم که دیگه ایرانی ها انقدر به قول اسلام بعضی ها رو محرم و سفر زنده نگه داشته دیگه همه میدونن. ذوالقعده و ذوالحجه هم که دیگه فهم کنم مشخص الان توی ذوالحجه هستیم، یا آردی الان تو ذوالحجه هستیم، قبلش هم ذوالقعده بوده. قبل از ذوالقعده چیه؟ قبل از ذوالقعده چیه؟ قبل از ذوالقعده چیه میگه قبل از ذوالقعده؟ سفر؟ شوال. شوال، آفرین. قبل از شوال رمضان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. بریم سراغ این که ببینیم کجا رو باید خاموش کنه. الان قرمز رنگ میشه، من میگم این آپدیت میخواد این بردمون. کجا رو میخوای خاموش کنی؟ تصویر الان میاد. عین، شین، ب و سین گزینه هایی هستن که میتونی نابودشون کنی. چی شد؟ تصویر اومد. تصویر اومد میگه. بگو خب دیگه کجا رو میخوای خاموش کنی؟ تی؟ عین رو بردار. عین خاموش شد. لیلا خانم کجا؟ الف. سوال. نام همسر فرعون که به پیامبر موسی علیه السلام ایمان آورد. همسر فرعون. آسیه. باری کلا. الف. کجا رو میخوای آقا محمد؟ آقا محمد زود باش بابا، یه عکس از این بگی سریعتر انتخاب. ر. ر. سوال. آیه را تکمیل کنید. لقد كان لكم في جای خالی اسوة حسنة. دیگه از این ساده تر. چیکار باید بکنیم که این بره چیکار نشون بده جوابو؟ قفلش میکنه. فی رسول الله اسوة حسنة. وقتی ما میگیم دینمون رو از قرآن میگیریم، در قرآن خودش پروردگار متعال فرموده، جل و علا فرموده که اسوه شما رسول الله علیه السلام هست، بهترین الگوی شما رسول الله علیه السلام هست. پس ما دین خودمون رو از قرآن میگیریم و قرآنی که سفارش کرده به سنت رسول الله علیه السلام، و این دو برای ما بس. کجا رو میخواید لیلا خانم؟ نون. کجا؟ نون. جدول دارید؟ بله. بریم سراغ نون. سوال. پایتخت کشور آفریقایی کنیا. پایتخت کنیا کجاست؟ نایروبی. پایتخت کنیا نایروبی است آیا؟ تا الان که گفتید نایروبی، درسته. کنیا پایتختش نایروبیه. نایروبی یکی از شهرهای خطرناک دنیاست. یعنی آمار حملات خیابونی و فساد و اینا توی نایروبی خیلی زیاده و مشهوره به این قضیه. کجا رو میخوای آقا محمد؟ دعوا شده اونجا. کجا رو میخوای؟ نونو گرفتن. بله بله، به قول خودتون. کجا؟ کلید. یک کلید از اینجا برای شما بیاریم بیرون ببینیم چی هست. چرا این از این سوالا برای شما میاد که میتونی جواب بدی آخه؟ چی خوندی؟ چه ورد و جادویی خوندی قبل از مسابقه؟ دو سوره از قرآن کریم را که کلمه با کلمه قد آغاز میشود نام ببر. سوره مؤمنون. قد افلح المؤمنون. خب این دو سوره. چی میگه؟
قد افلح المؤمنون. با قد فلق قد قامت سالات قد قامت سالات. تو چیز مدرسه اینطوری میگفتم. یه دونه سوره مؤمنون. وقت نداری زیاد. چقدر دیگه وقت؟ سوره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. درسته. دو سوره رو آخر لحظات هم نام بردی. سوره مجادله. اصلا به سوره مجادله نمیدونم تو جنوب کشور میگن سوره قد سمع، نمیگن مال شما؟ نه من اینجوری نمیگم. میگن دیگه، مال ما میگن مثلا جزء قد سمع. اصلا خیلی ها میگن دیگه، نمیدونم حالا چرا اینطوری میکنن ولی میکنن دیگه. خیلی خوب، خام روشن میشه. کجا رو خاموش کنیم از آبیا؟ شین، ب، سین، الف، نون. زود باش. نه کجا رو خاموش کنیم؟ حالا یک خاموش کن ولی برنده شده دیگه. استاد بذار یکی رو خاموش کنم، دلم میخواد خاموش کنم. یکی هم خاموش کن دلت خنک شه. اون نون رو خاموش کن. نون رو خاموش کن. برد الف رو هم خاموش کن. نه روشن کن الف رو. نه کنیم برابر. خانم لیلا، لیلا خانم من یه چیزی رو شما بگم. شما اشتباه کردید که از کلید اینجاتون استفاده نکردید. شما اینجا کلید داشتید اول، قبل از اینکه این خاموش بشه. اصلا آقا محمد از ترس همین کلید اومد عین شما را خاموش کرد و نتونست دیگه از کلید استفاده کنید. یا اینجا سین هم کلید داشتید میتونستید استفاده کنید، نش نکردید از کلید استفاده. نکن فکر کن آقا محمد با اینکه لیلا خانم الان 1 2 3 4 گزینه رو آبی داره، آقا محمد 1 2 3 گزینه رو هم خاموش کرده تازه. یعنی در مجموع 7 گزینه تا حالا آبی رنگ میشد. یعنی میتونستید قشنگ یه دور بزنید دوباره برگردید دو دور خط بزنید. خیلی خوب بود لیلا خانم. این آقا محمد ما خیلی قویه، اشکال نداره. یه بار دیگه انشالله. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون. زنده باشید، خداحافظ شما. آقا محمد الان راستشو بگو. انقدر گفتن راست حسینی من قاطیم. راستشو بگو، کجا رو چند امتیاز داشت داری؟ نمیدونم 320 امتیاز بکنم داشتم به این هفته. 320 امتیاز با 70 جمع کن چقدر میشه؟ میشه 410. 390 امتیاز در دست. میریم سراغ شرکت کننده بعدی. اینا رو خاموش کن. این یه مورد توی موردی که میخواستم بهتون بگم، چیزی که پروردگار متعال در سوره حج میفرمایند کسانی که ایمانشون اونقدر ضعیفه که تو دنیا از این ایمان هم نمیتونن استفاده کنند، چون ایمان یه شیرینی خاصی داره. ایمان زندگی رو شیرین میکنه، ایمان زندگی رو راحت میکنه، آسوده میکنه. و هم به خاطر همین رسول الله علیه السلام میفرمایند که هیچ کس تعجب میکنم از کار مؤمن، که هر کاریش براش خیره. یعنی چه خوبی بهش برسه چه بدی برسه براش خیره. اگر بدی هم بهش برسه باز براش خیره. چرا؟ چون مؤمن تو این کره خاکی، مؤمن یک انسان با ایمان، یک انسان مسلمان با ایمان، تنها کسیه که اگر بدی بهش برسه به خاطر این بدی صبر میکنه و پروردگار متعال به خاطر این صبر بهش پاداش میده. یعنی یک نفر دیگه غیر مؤمن اگر بدی بهش برسه، سختی بهش برسه، گرفتاری تو زندگی بهش برسه، مجبور صبر کنه، کار نمیتونه بکنه، ولی این صبرش پاداشی نداره چون به خاطر الله صبر میکنه. چرا ما وقتی یه نفر فوت میکنه از نزدیکان، یه نفر میریم پیششون برای تعزیه، برای تسلیت گفتن، بهش میگیم که خدا اجر صبرتو زیاد بکنه، خدا اجر عظیم بهت بده به خاطر این صبری که داری میکنی؟ چون اون طرف میدونه داره صبر میکنه و در قبال این صبرش پاداش میبینه. بدی ها، سختی ها توی این دنیا بسیار بیشتر از شیرینی ها و خوشی های این دنیا بودن. اگر این دنیا سختی نداشت که دنیا نبود، بهشت بود. این دنیا امام شافعی رحمه الله میفرمایند خوبی ها و خوشی ها و شیرینی های این دنیا مثل عید ها هستند که در سال وجود دارند. یعنی چی؟ یعنی یه روز میاد و میره. و انسان مؤمن این خوشی ها، این خوبی ها که بهش میرسه و براش البته تلاش میکنه برای رسیدن به این خوبی ها، برای رسیدن به این آرامش، برای رسیدن به این خوشی ها، برای به اینا که میرسه شکر میکنه و این براش خیره.
و اگر بدی بهش میرسه، سختی بهش میرسه، سخت ترین موارد هم بهش میرسه، صبر میکنه و از پروردگار متعال، پروردگار متعالی که اگر یک مؤمن یک خار توی دستش بیاره به خاطر همون خار براش اجر مینویسه، مطمئنه که برای اون سختی، برای اون گرفتاری، برای اون ناراحتی، برای اون ضرر، برای اون زیان، نقص من الاموال والانفس والثمرات، صبر میکنه و بشر الصابرین، بشارت بده به صابران. کیا؟ کسانی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه چی میگن؟ میگن ما از آن خداییمون به سمت پروردگارمون باز میگردیم. کی دیگه اینطوریه توی این کره خاکی؟ کیه دیگه که میتونه اینطوری صبر کنه؟ چرا ما توی کسانی که با ایمان هستن هیچ کسی نداریم که خودکشی بکنه؟ چرا تنها کسانی که وقتی مصیبت بزرگ و عظیمی بهشون میرسه لبخند میزنن، میگن الحمدلله، میگن ما صبر میکنیم و راحت زندگی میکنن، زندگیشون ادامه پیدا میکنه، فقط از مؤمنان هستن؟ کسانی که ایمان توی قلبشونه، ایمان روی زبون فایده ای برات نداره. ایمان روی زبون که اگر خوبی بهت برسه خدا رو شکر کنی، اگر بدی بهت برسه بد به پروردگار متعال بگی و بندازی پای این مسائل و به دین بد بگی، خسر دنیا و الاخره میشیم و ذالک هو الخسران المبین. چون این ایمان نه تو دنیا به دردمون خورده، نه تو آخرت این ایمان به دردمون میخوره. ما مسلمون زاده به دنیا اومدیم، حتما با اسلام و با ایمان وارد بهش نمیشیم. شاید مسلمون زاده به دنیا اومده باشیم، اما خیلی پایینتر و پایینتر و پایینتر از اون کسی باشیم که با دین یا خرافی یا غیر از اسلام یا با بیدینی به دنیا اومده، اما مؤمن شده، اسلام آورده و با اسلام از دنیا رفته و مقامش از ما بالاتر بره. پدر مسلمون بودن به دردمون نمیخوره، نه تو دنیا نه تو آخرت. گرچه الحمدلله که پروردگار متعال ما رو در خانواده‌ای به دنیا آورد که با ایمان بودیم و از هم با همون فطرت پاکی که به دنیا اومدیم، به همون فطرت قرآن و سنت و فطرت توحید ادامه زندگی میدیم. بگذاریم، کی پشت خطه؟ مینا خانوم سلام، حال شما چطوره؟ الحمدلله. کلیپ مینا خانوم رو ارسال کردن، هفته آینده پخش میکنیم. مینا خانوم از کجا هستید؟ اقامت دارید در استان هرمزگان. اقامت دارید در استان هرمزگان، اصالتا از کجا هستید؟ اصلش از افغانستان. از افغانستان هستن، در استان هرمزگان اقامت دارن. چند نفر تو خونه هستن خانم مینا؟ با خواهرم، میگم با خودم سه نفریم. با خودتون سه نفر، شما و خواهرتون و کی؟ با یه خواهر دیگه. با یه خواهر دیگه. اون خواهره که گفتید با این خواهرم سه نفر هستید، چیکار بنده خدا چرا اینطوری گفتیدم؟ یعنی یه خواهر رو دیدید، یه خواهر کوچیک‌تره؟ من خواهر بزرگم، اونا دیگه کوچیک‌ترن. حالا دیگه سعی کنید از اونا هم کمک بگیرید، میتونید وعده و وعید هم بهشون بدید، اگر مثلا خوب کمک کردید فلان چیز واسهتون میخرم، اگر کمک نکردید که وای به حالتون. بریم سراغ مسابقه. با شیوه مسابقه که آشنایی داری؟ بله. بریم نور رو روشن میکنیم سفید رنگ. آقا محمد پشت خطی؟ بله در خدمتم. بریم مینا خانم، جریان قضیه کلید رو میدونید چیه؟ بله میدونم. نمیدونم اتاق فرمان گفت، از اتاق فرمان پرسیدن که جریان کلید چیه، بهتون توضیح دادن. اگر اطراف این رو، اطراف هر کدوم از کلیدها رو بتونید به رنگ خودتون در بیارید، بعدیش کلید رو میتونید انتخاب کنید. سوالی براتون خونده میشه که اگر پاسخ بدید علاوه بر اینکه کلید رو از آن خودتون میکنید، این گزینه از آن خودتون میکنید که هم به آبی وصله و هم به قرمز، یکی از گزینه‌های طرف مقابلتون هم میتونید خاموش کنید. سوال ابتدایی برای دو نفر پخش میشه، هر کس سریعتر بهش پاسخ داد گزینه رو از آن خودش میکنه. مینا خانم این گزینه رو میتونی بگیری، چون که آقا محمد هی میپرسه از اطرافیانش، تو خودت بزرگتر از همه ای. سوال: غزوه خیبر در این سال هجری روی داد؟ غزوه خیبر سال هفتم. کی گفت هفتم هجری؟ آه. من گفتم هفتم. بریم ببینیم جواب رو. سال هفتم هجرت. آقا ما اینقدر سریع بهت رسوندن یا خودت میدونستی؟ میرسونن خودن. ماشاءالله سرعت رسوندن یعنی بالاه.
با فیبر نوری کار میکنن. بریم لیلا خانم، شما آبی رنگ هستی، باید آبی رو به آبی وصل کنی. مینا خانم ببخشید، کجا رو میخواید؟ مینا خانم گزینه الان براتون جدول میاد، یه جوری شروع کنید که جلوی آقا محمد رو هم بگیرید. بله، گزینه ب رو میخواستم. گزینه ب رو میخوان. این وسط الان از همین جدول بس یه بار دیگه میذارم فهم لطفاً. از همین جدول خواهش میکنم، هم آقا محمد هم مینا خانم یه عکس از جدول بگیرید که داشته باشید، همطوری با موبایلتون یه عکس بگیرید از این جدول تا آخر داشته باشیم جدول رو. ب سفید رنگ شد، سوالی براتون خونده میشه که کلمه جواب با ب آغاز میشه. سوال: میان و وسط چیزی یا امری؟ میان یا وسط چیزی یا امری؟ بینه قفلش میکنن. خیلی ناکن. میان یا وسط شیعی یا امری، یعنی در وسط اون چیز، در بهبوهه اون چیز. یه مقدار سخت بود، اشکال نداره، در بهبوهه این امر. بینه هم میشه گفت گزینه دیگه، ولی منظور دیگه بهبوهه بودی. کارش نیدون میکنم، خاموش کن. کجا رو میخوایی آقا محمد؟ باز هم ب. یه خاموش روشن میشه و ب دوباره سفید رنگ میشه. سوال: مشکل پیچیده دشوار و متلبس. مشکل پیچیده دشوار و متلبس. بغرنج. ملتبس. بغرنج. بغرنج. قفلش میکنن. درسته، بغرنج. لیلا خانم، چرا من هی میگم لیلا؟ مینا خانم. بله. انقدر اون لیلا خانم انقدر طولانی شد مسابقه، جلو دو هفته کش داشت با دیگه مونده. مینا خانم بفهم کجا رو میخوای؟ یه لحظه لطفا. راحت من گزینه یه که کاف. نه فه مثل فیل. فه مثل فیل. چرا فیل حالا؟ نه. فیلم. خب بریم سراغش، بریم تو کار فه. روشی از در پزشکی برای درمان بیماری ها و اختلالات عصبی، ماهیچه‌ای و اسکلتی. روشی است در پزشکی برای درمان بیماری ها و اختلالات عصبی، ماهیچه‌ای و اسکلتی با فه. فیزیوتراپی. قفلش میکنه. فیزیوتراپی. درسته. فه آبی رنگ میشه. این قضیه ای که ف مثلا مثل فلان چیز، مثلا فیل، ف مثل فندق، ف مثل فاطمه یا هر چیز دیگه، ما الان تو فارسی نداریم این بند و بساط رو، اما انگلیسی ها برای اینکه برای هر حرف یک کلمه خاص دارن. یعنی هر وقت مثلا بخوام بگم بی، میگم بی مثل بوک. یعنی کسی نمیگه مثلا هر چیز دیگه با حرف ب. بعد خیلی توی بعضی از کلاس‌های زبان میان اینا رو حفظ میکنن برای اینکه بدونن مثلا بی مثل چی، ای مثل چی، اس مثل چی، سی مثل چی. یعنی از خودشون نمیگن. ما تو فارسی نداریم همچون چیزی رو. کجا رو میخوای؟ شاید هم دور من نمیدونم، نه فکر نمیکنم داشته باشیم، مثل چیزی هست که من ندونم. عجب. کجا رو میخوای آقا محمد؟ کاف مثل کعبه. کاف مثل کعبه رو من خیلی خوشم اومد. آقا کاف رو قرمز کن اصلا بدون سوال. سوال: به مواد معدنی جامدی که اجزای سازنده آنها به طور منظم در کنار هم قرار گرفته باشن بلور یا جای خالی میگوین؟ کانی قفلش کن. بلور یا کریستال میگویند. بلور یا کریستاله. بلور یا کریستال نشد که بشه. کجا رو میخوای مینا خانوم؟ بله همون گزینه کاف. میگی بگو کاف. ببینیم سفید رنگ. سوال: در علم زمین شناسی به هر ماده طبیعی معدنی اطلاق می‌گردد. در علم زمین شناسی به هر ماده طبیعی معدنی اطلاق می‌گردد. با کاف. 15 ثانیه.
هر ماده طبیعی معدنی چی بهش میگن؟ بگو یه چیزی رو. کانی. اه. 3 ثانیه دیر گفتی. 3 ثانیه دیر گفتی. کانی. درست بود. ببینیم جواب رو دیگه. جواب رو گفتن دیر گفتن. نمیتونیم ازتون قبول کنیم. کاف خاموش میشه. کجا رو میخوای؟ آقا محمد. کاف رو میخوام استاد. باز هم کاف. اون کانی رو که گفتی به جای کریستال اینجا باید میگفتی. سوال. سومین شهر پر جمعیت جهان. سومین شهر پر جمعیت جهان. کراچی. کراچی در پاکستان. بریم ببینیم درسته یا نه. قفلش هم کرده. شهر کراچی در پاکستان یکی از شهر کراچی یکی از شهرهای خیلی خطرناک پاکستان هم هست. از این شهرهای خیلی وحشتناک پاکستان. خدا نصیب هیچ کس نکنه که بخواد راهش به کراچی بخوره. کجا رو میخوای مینا خانم؟ کلید رو میخوام. بریم سراغ کلید. یک سوال برای شما میارم بیرون میبینم که چی شد؟ بله یه چی نشد. 1 دقیقه وقت داری که به من بگی 5 کشور از اعضای آسیایی اوپک. 5 کشور آسیایی عضو اوپک. اوپک میدونی چیه؟ چه مؤسسه ایه؟ مینا خانوم؟ بله یه لحظه لطفا. یه لحظه آخه میره این وقتتون. گویی دقیقه. 5 اتفاقی افتاده اونجا؟ بله الان میگن یه لحظه لطفا. بله. 5 کشور آسیایی عضو اوپک. تا الان چین رو فقط گفتید. 10 ثانیه بیشتر. بگم الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی. اشتباه سرچ کردین. هرچی سرچ کردی الجزایر که اصلا کلن تو آسیا نیست. لیبی هم که اون تو آفریقاه. الان وقت تموم شد. چی اتفاقی افتاد؟ کسی افتاد اونجا؟ یه کوچولو صداش اومد آخه. آها اینجا بچه کوچیک میاد واسه همینه. آها واسه همین اذیت میکنند. اوپک میدونی؟ اوپک میدونی چه مؤسسه ایه؟ اوپک نه فقط میدونی یه کارتل بین المللیه. یه چیز بین المللیه؟ آره یه کارتل. کارتل بین المللیه؟ خب نه اوپک کشورهایی که نفت دارن عضو اوپک هستن. خب چین که کلن نفت نداره. الجزایر و لیبی هم که اصلا کلن تو آسیا نیستن. یه کویت رو فکر میکنم گفتید این وسط که درست بود. عربستان، امارات، ایران، قطر، کویت. اینا 6 عضو آسیایی اوپک هستن که نفت دارن و رفتن عضو اوپک که هیچی دیگه. آقای محمد کجا رو میخواید؟ هی جیمی ز یا نون؟ هی جیمی استاد. هی جیمی روشن میشه. سوالی که اگر پاسخ بدید خیلی سریع خودتون رو به بالای جدول رسوندید. سوال. داوری بین 2 یا چند تن و رسیدگی به اختلافات و حل آن در خارج از دادگاه. داوری بین 2 یا چند تن و رسیدگی به اختلافات و حل آن در خارج از دادگاه. چی؟ حکم قفلش کن. حکم یا حکمیت قبول میکنیم. حکم یا حکمیت جفتشون یکی هستن. من یه نفر بهتون گفت حل و اختلاف. من اگر میخواستم جواب بدم میگفتم حل و اختلاف، چون حکمیت خیلی فکر نمیکردم. یعنی من خودم الان احساس میکردم که این حل و اختلاف باشه. حل اختلاف یعنی چیزا.
قرمز رنگ میشه اینجا. 2-4 گزینه خودش رو رسونه بالای جدول. این کوچولوهای توی خونه مینا خانوم نذاشتن که به سوالات به درستی پاسخ بده، برای در اصل توی یکی از سوالات فقط اذیتشون کردن. تشکر میکنم مینا خانوم. خیلی ممنون، ممنون از شما. زنده باشید، خدا نگهدارتون. بله، بریم سراغ ببینیم که آقای محمد چند امتیازی میشن. الان 390 امتیاز داشتین، 40 تا دیگه هم بهش اضافه میکنیم. به کجا میرسی؟ میشیم 430 نفر بعدی رو فوراً عملتون میکنم. میشین 430 نفر بعدی رو فوراً بیار، میخوام بریم تو کارش. 430 امتیاز در دست آقا محمد با رنگ قرمز. میخوایم ببینیم نفر بعدی کی هستند. یک نفری که با چون با شرکت کنندگان هماهنگ شده، نفر بعدی میدونه الان نوبتش میرسه. نفر بعدی خواهش میکنه، نفر این نفر که آرادی گذشت کارادی گذشته، نفر بعدیش اگر این نبرد یه یار جمع کن، زنگ بزن عمه خاله عمو دایی بیاین خونه. اونا آقا محمد اینا 15 نفرن. اون 5 نفر یار کمکیتون هم رسیدن به سلامتی؟ استاد 15 کجا بودن دیگه؟ یه لشکر شدیم ماشاءالله. 15 بودید الان یه لشکر شدید، اضاف میشن ماشاءالله. خدا جمعتون رو بیشتر کنه. کجا بفرمایید یه بار دیگه، من نفهمیدم چی گفتید. 15 تا بچه فقط اینجاست. یعنی میخواستم به مینا خانوم بگن، یعنی من مینا خانوم گفتم الان 2 تا بچه‌تون اونجا، ما 15 تا بچه هم اونجا داریم. 15 نفر اصلی بزرگ بودن، یعنی 30 نفر در مجموع استودیوم فوتبال. مگه کی پشت خطه تا فرمان گفت؟ متوجه نشدم کی. آقای ابوبکر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم و سلام. آقا ابوبکر خودمون، میتونیم بگیم خودمون دیگه؟ دقیقاً من در خدمت شما هستم. زنده باشید آقا ابوبکر. تنها هستید؟ دو تا برادر دادام هم سیش هم کوچیکن. اونا که فقط اذیت میکنن یا اینکه انقدر بزرگ هستن که بتونن کمک کنن؟ دقیقاً الان دارن به انگشت اشاره پاشون اشاره میکنن، میگم آروم باشید آروم باشید. فسخ فایده نداره، بندازشون بیرون، برادر زاده به درد نمیخورن. آخه باز در خدمت شما. زنده باشید. می‌خواستم بگم عکسشو برام بفرستین، بخشون که نمیشه ولش کن. بریم سراغ نور روشن. الان اینقدر عکس ادامه دار شده که گم شد. چی گم شد؟ عکس یکیشونو فرستادم. خب تو ایام عید فطر. برای روز عید فرستادید؟ آره فرستادم. خب فرصت هم نشد نشونشون بدید. اون به اون عکسات به اون واتساپی که اعلام کردم انقدر عکس و اینا اومده که اصلا الان فکر می‌کنم اونا دیگه همشون پاک شد. یه نکته اینا می‌خواستم بگم، به شماره رو زیرنویس کنید در کسایی که می‌خواستن تو مسابقه شرکت کنن، چون خیلی پرسیده بودم هم یادم میره شماره رو زیرنویس بکنیم. بعد کسانی هم که تا الان اس ام اس دادن، چون زیادن معمولا زیادم دوستان تا فرمان زیرنویس نمی‌کنن که پشت خط نمونن. کسانی که در واقع ثبت نام می‌کنن خیلی پشت خط نمونن، یعنی چند مدت طولانی در واقع منتظر نمونن. این شماره پیامک که اگر می‌خواید تو مسابقه شرکت کنید به این شماره پیامک ارسال می‌کنید، نامتون از کجا هستید، بهتره یه تلفن ثابت بنویسید که بتونیم راحت‌تر با هم در ارتباط باشیم و بهتون پیامک می‌ذارن. همین شماره شماره واتساپ هم هست که می‌تونید یه کلیپ به اینجا ارسال بکنید، به صورت VIP در مسابقه شرکت کنید که سریع‌تر میشه نوبتتون. یه نکته هم می‌خواستم بگم که به این شماره درست پیام‌ها معمولاً در واقع خونده میشه و چک میشه به صورت همیشه، یعنی به صورت همیشه، به صورت چی میگن؟ به صورت مستمر. به صورت مستمر چک میشه، اما پاسخی معمولا داده نمیشه یا خیلی تو شرایط استثنایی. من و دوستان دیگه هم چک میکنم، فقط من این رو چک نمیکنم، بعضی وقتا فقط یعنی من چک میکنم، خیلی وقتای دیگه هم دوستان دیگه چک میکنن برای در واقع ثبت نام کردن. بعضی وقتا هم میام میبینم که خیلی ها پیامک دادن یا واتساپ دادن، ناراحت هستن از اینکه چرا تو جواب نمیدی، من یه ماه علافم تو جواب نمیدی. این شماره برای جواب دادن نیست، نمیشه جواب داد، عذر میخوام ازتون اگر منتظر موندید برای جواب. اصلا توی استاتوسش هم نوشته شده که به این شماره جواب داده نمیشه، یعنی فقط مگر اینکه تو شرایط خاص، حالا یه چیز خاصی باشه، طرف یه چیز خاصی خواسته یا اینکه اتفاق خاصی افتاده مجبوریم بهش جواب بدیم یا جواب بدن دوستان. سوال اول آقا محمد پشت خطی؟ بله هستم. آقا ابوبکر
برادر موبایل من فقط نه تلویزیون دارم نه عکس شما رو، ممنون میشم در ادامه مسابقه مسیرها رو واسه من بگی. چیزا رو به شماره رو بهتون بگم، مسیر رو مثلا به مسیر به سمت راست یا چپ، این شماره رو واتساپش رو دارید؟ همین شماره که نقشه رو فقط واتساپی که بهش عکس رو فرستادید دارید؟ واتساپ عمومی من رو؟ همین دیگه، خب میگم تو گوشیمه نمیشه، دارم باشم صحبت میکنم. راست میگه، اینا نمیشه دیگه با گوشیتون نگاه کنم. خیلی خوب، راهی نداریم. باشه من بهتون میگم تا اونجایی که میگم اطرافتون چی هست. سوال جد دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم. جد دوم رسول الله هاشم عبدالمطلب. ببینیم کی میاد. هاشم ابن عبد مناف، درسته. جد سوم رسول الله علیه السلام. جد دوم رسول الله علیه السلام هاشم ابن عبد مناف، درست پاسخ داد. آقا محمد قرمز رنگ میشه. آقا ابوبکر شما چی جواب دادید؟ من گفتم عبدالمطلب. عبدالمطلب پاسخ دادن، اشتباه پاسخ دادن. کجا رو میخواید الان؟ الان طوری که یادمه قاعدتا من باید ب رو بگیرم. ب پایین نوره، ب روشن میشه، سوال براتون خونده میشه. دقت کن. کشوری مشهور در خشکی و در مرکز آمریکای جنوبی که بیشتر ساکنان آن را سرخپوستان تشکیل میدهد. توی آمریکای جنوبی بیشترش سرخپوستن با ب. یک کشور میگم درست غلطش قفلش کنید. بولیوی. بولیوی قفل میشه. باریکلا بولیوی درسته. چرا نگفتید برزیل مثلا؟ واسه این سرخپوستان برزیل کمتره، معمولا اونا سیاه سردن. آره اونا بولیویا قشنگ دیگه سرخپوستن. بعد چند وقت قبل اگر یادتون باشه از همین بولیوی فکر میکنم بود، یا اینکه نه اون از برزیل بود، تو جنگلای آمازون بود. حالا به هر حال یه سری سرخپوست رو تصاویر هوایی ازشون گرفته بودند که اصلا اینا هیچ وقت این قبیله با بشر ارتباطی برقرار نکرده بودند، کاملا مثل انسانهای اولیه زندگی میکردن و اونقدر در اعماق جنگل بودن که هیچ گونه سلاح یا هیچ گونه حتی پوششی هم از خارج از اونجا بهشون نرسیده بود. اصلا دنیای خارج از اون قبیله خودشون رو تا حال ندیده بودن. فکرشون کنید یک سال هم از این ماجرا نمیگذره. عکسشون هم خیلی منتشر شد، به اون هلیکوپتر در واقع پهپاد یا اون بدون سرنشینی هم که بهشون نزدیک شده بود حمله کرده بودن که اون رو بزنن. معمولا سرخپوستا هر چقدر ابتدایی باشن اما یکی دو نفرشون با شهر در ارتباط، با در واقع با تمدن در ارتباط و لباس و این چیزا رو برای خودشون از اونجا میارن. اونا نه، کاملا خودشون رو با برگ درخت و از این حرفا مثل تارزان. کجا رو میخوای آقا محمد؟ عین رو میخوام استاد. عین کجاست؟ اونور سمت راست. روشن میشه سفید رنگ. سوال فرستاده رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی قریش در عمره حدیبیه. عثمان بن عفان. بعدش چه اتفاقی میفته بعد که حضرت عثمان میره اونجا؟ این بیعت رضوان. چرا بیعت رضوان اتفاق میفته؟ حضرت عثمان برای اصول رفته بودن تجیر برگردن، فکر کردن که ایشون به شهاده رسیدن و شایعه هم بود، بیعت گرفتن که حق ایشون انتخامشون رو بگیرن. درسته. حضرت عثمان رسول الله علیه السلام به عنوان یکی از بزرگان ایشون رو فرستادن برای صحبت کردن با قریش. بعد که برگشتن سید عثمان دیر رسید، شایعاتی به مسلمان هایی که اومده بودند برای عمره رسید که سید عثمان به شهادت رسیده، یعنی توسط اونا کشته شده و بعد از اون بود که بیعت رضوان اتفاق افتاد و چیزی که قرآن در مورد اون میگه و کسانی که اونجا بیعت کردن با رسول الله علیه السلام که همونجا برن برای خونخواهی سیدنا عثمان، که این اتفاق نمیفته چون که سیدنا عثمان بر میگرده. اما اونها بشارت رو میگیرن، اهل بیعت رضوان بشارت رو میگیرن با اینکه اتفاقی نمیفته و سال بعدش هم با عزت فتح میکنن. کجا رو میخوایم آقا ابوبکر؟
این رو برادر مواد بغل حرف ب میشه پایین حرف این حرفی هست اونو به من بده. بغل حرف ب میشه پایین حرف این، دقیقاً ف هست. ف رو اونجا سفید رنگ میکنیم. اگر من بعد از این سال اگر سریع تونستی کاغذ خودکار بیاری، من سریع پشت سر هم حرفا رو خیلی سریع میگم یادداشت کنی. بریم ببینیم سوال چیه. قطعه‌ای در خودرو که برای زدودن ذرات معلق در هوا به کار می‌رود. یه قطعه تو خودرو برای زدودن ذرات معلق در هوا به کار میره. با ف. یعنی هوا خیلی کثیفه، برای زدودن این ذرات معلق چی استفاده میشه توی چی با تو ماشین با ف؟ 9 ثانیه. قفلش کن. چی؟ فیلتر. فیلتر قفلش کن. درسته، فیلتر هوا. آبی رنگ میشه اونجا ف. آقا ابوبکر برو شوتی خودکار کاغذ بیار، من بهت میگم سری همه رو. دقیقاً دارم این کارو. متشکرم. بگو کجا رو میخوای آقا محمد؟ کلید رو میخوام. کلید. آقا محمد هم چین علاقه به کلید داره ماشاءالله. طلا فروش اونجا دارید تو جمعتون؟ نه نداریم. نه هم تنها چیزی که فکر کنم ندارین هم طلا فروش است. سه مورد از بالاترین عیارهای طلا را به ترتیب نام ببرید. 18, 21, 24 سه تا از بالاترین عیارهای طلا هستن؟ بله. مطمئنید؟ دیگه همه همینو میگن مطمئنی. خب دیگه رای بر اون چیز افتاده که 18, 21, 24 18 نیست جزءشون. آقا محمد قطع شدن. 18 جزء عیارهای طلا نیست. آقا ابوبکر صدای منو دارید؟ دقیقاً حرف ب و ف رو من جواب دادم. حرف ب و ف رو شما جواب دادین. از بالا سمت راست کلیده. خب. بالا سمت راست کلید. آره بالا سمت راست کلید، پایینش میم، پایینش این، پایینش دوباره کلید. خب الان شدی نه اونو دیگه ول کن. حالا بغل دست ب چیه؟ بغل دست ب سمت راستش شین و ف هست، سمت چپش الف و سینه. یعنی بالا الف پایین سین. دوست بس ما بس سین کنار کلیده؟ سین کنار کلیده. آره. بغل الف چیه؟ جیمه؟ بغل الف جیمه، بالاش هم ره، یعنی بالا سمت چپش ره، بالای بالاش هم نونه. پس بغل کلید سمت راست پایین میمه. بغل کلید سمت راست پایین، کلید سمت راست بالا، آره پایینش میمه. آها خب الان آقا محمد جواب ندادن. آقا محمد این رو جواب دادن، پایین میم رو جواب دادن. این پایین میم هست، ایشو قرمز رنگ کردن. کلید رو الان جواب نداد. الان کلید رو جواب ندادن. نه خب بالای ف هم بالای ف هم دقیقا بالاش شین هست که کنار ب میفته، ب بال سمت راست ب. خب الان من نمیتونم کلید رو بگیرم مگه اینکه میم رو جواب بدم. شما میتونید کلید پایین رو بگیرید. ف به کلید وصله پایین. آها ف به کلید وصله. آره. خب بالای کلید چیه؟ بالای کلید اینه که آقا محمد پاس جواب دادن، قرمز رنگش کرده. آها خب مهم نیست، پس من چاره ای ندارم جز گرفتن کلید. کلید رو من بگیرم. کلید رو میگیریم. این کلید. آقا محمد پشت خطی؟ آقای محمد جانم ما الان تا اون مرزی رفتیم که داریم به تلفن زنگ میزنیم. دارید چیکار میکنید؟ ما 22 ایار نداریم. به تلافی چی؟ به طلا فروش دارین زنگ میزنین، به خاطر همون قطع کردید که به طلا فروش اشتباه پاسخ داده بودید. 21 22 و 24 عیار بود، یعنی 18 رو اضافه گفتید. من استاد ما 22 عیار نداریم. والا ما داریم، نمیدونم ما به حساب عیارهای خودمون حساب کردیم. آقای موعد یه لحظه چونه میزنید چرا؟ الان ما به طلا فروش زنگ زدیم یه لحظه. خب طلا فروش های کردستان شاید ندارن 21 عیار. یه لحظه به شما نرسیده اون مقاله. یه لحظه رو چرا من سب کنم؟ بریم سراغ سوال آقای ابوبکر. آقا ابوبکر پشت خطید؟
بله در خدمت شما هستم. نگاه کنید، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا شاخه هست. خب شما 4 تا از شاخه های روانشناسی که در دانشگاه ها تدریس می شوند را نام ببرید از این 8 تا. آها، یعنی نوشته 4 تا از شاخه های روانشناسی که در دانشگاه تدریس می شود را نام ببرید. سکوت به نفع شما نیست آقای ابوبکر. روانشناسی کودک، روانشناسی بالینی، کودک، روانشناسی بالینی، روانشناسی جامعه، روانشناسی جامعه، روانشناسی خانواده، روانشناسی خانواده. هنوز چهارتا نشده، به چهارتایی که ما داشتیم تا حالا نرسیده، یعنی یکیشون اشتباهه. ولی اگر 5 ثانیه هم بیشتر وقت ندارید. روانشناسی اعتیاد. آخری رو چی گفتید؟ روانشناسی اعتیاد. اعتیاد؟ آره نمیدونم، همینطوری گفت. نه دیگه، نداریم اینا رو. روانشناسی کودک رو درست گفتید، بالینی رو درست گفتید، روانشناسی اجتماعی یا مجتمع رو درست گفتید، اما یه دونه خانواده رو گفتید که نداریم توشون. در کل اینه روانشناسی کودکان، تازه کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد، روانشناسی مدرسه، زیست روانشناسی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی سازمانی و روانشناسی اجتماعی که بهش پاسخ ندادید. کجا میخوای آقا محمد؟ کلید میخوام. کلید، بریم سراغ کلید ببینیم چه سؤالی این بار برای آقا محمد میاد. فقیه که کنارتون دارید دیگه. بله، تموم شد و رفت. سنگین ترین کفاره ای که شرع تعیین نموده مربوط به چه عملی است و چگونه این کفاره انجام میشه، در واقع داده میشه؟ سنگین ترین کفاره ای که شرع تعیین کرده مربوط به چه کاریه و چگونه این کفاره به جا میاد؟ جمعه در ماه رمضان. چگونه چه باید دو مفتری هم روزه بگیری؟ یا چی یا چی؟ یا جمعه یا برده آزاد کنیم، اگه نتونستیم برده آزاد کنیم باید فدیه بدیم، باید 60 نفر رو خذف بدیم. دقیقا دیگه کاملا، یعنی همچنین دقیق دقیق کفاره همبستری تو روز ماه مبارک رمضان و یا دو ماه روزه میگیرین، یا اینکه اگر نشد، یعنی نتونست طرف دو ماه روزه بگیره، یک برده آزاد میکنه که اگر برده نبود به 60 نفر مسکین غذا میده. و جالب اینه که اگر حالا رأی فقهیه من نگم بهتر، از حدیث رسول الله علیه السلام میگم که اون تو اون شرایط این اتفاق افتاده که اون شخص تو همبستری کرده بودن تو ماه مبارک رمضان، نمیتونستن روزه بگیرن، توان جسمیشو نداشتن، نمیتونستن برده آزاد کنن و 60 نفر غذا رو هم نمیتونستن بدن. رسول الله علیه السلام خودشون جای به جای اونها میده، در واقع چیزی بهشون میده که برین شما بدین به 60 نفر، به فقیرترین کسانی که اونجا هستن. میگن فقیرترین کسایی که تو اون منطقه هستن ما خودمون هستیم. رسول الله علیه السلام به خودشون میده اون غذاها رو، 60 در واقع چیزایی که یکی از اتفاقایی که افتاده بود. حالا من رأی فقیشو نمیگم، فقط همین حدیثو میگم چون نمیدونم در این شرایط چه اتفاقی میفته. اگر یه نفر فکر کنه تو روز رمضان همبستری کرده، پولم نداره، فقیرم هست، روزم نمیتونه بگیره، خب این چه. بریم آقا ابوبکر کجا ف یا ب کدومو میخواین خاموش کنید؟ آقا محمد کدومو میخواید خاموش کنید؟ ب رو میخوام خاموش کنن. آقا ابوبکر ب پایین نور خاموش شد، کجا رو میخوای؟
خب همین به رو به من بگیدم. جدول رو میدونی کاملا چطوریه الان؟ کلید پایینی و این بالاش قرمز رنگ شده. کلید پایینی و این بالاش خاموش شده. هر دوتا قرمز رنگ شده. کلید پایینی و این بالاش سمت راست جدول هر دو قرمز رنگه. خب الان من دقیقا نمیتونم این تصویر رو مجسم کنم تو ذهنم، ولی به نظر خودم اگه برو بگیرم بهتر فکر کنم. نمیدونم. باز شما اگه میشه، اگه آقا محمد اجازه میده، شما منو راهنمایی کن. آقا محمد با کلید و این، آقا محمد اجازه میده ندارن تصویر رو من بگم ترسیم بکنم در ذهنشون؟ راهنمایی کامل بکنید، اشکالی نداره. کلید رو قرمز کردن، بالاش اینه. اگر میم و کلید بالایش رو هم قرمز کنم میرسم به بالای جدول. اگر بالای حرف میم چیه؟ بالای حرف میم دوباره یه کلیده، بعدش دیگه قرمزه. یعنی الان دو تا رو قرمز رنگ کردن، دو تا دیگه مونده که قرمز رنگ کنن، میم و یه کلید. خب الان من میمو بگیرم بهتره ها؟ یه چیز تو همون مایه ها. آره عزیزم همونو بده. ممنون از شما و آقا محمد، زنده باشید. میم سوال. آن چیزی که پایان و انتها داشته باشد. آن چیزی که پایان و انتها داشته باشد. آنچه پایان و انتها داشته باشد چی میشه با میم؟ 10 ثانیه. آقا ابوبکر دارم فکر میکنم. قفلش کنم علکی؟ آره دیگه. ساده بود، ساده. خطی که پایان نداره بهش میگن چی؟ خط ممتد یا موازی؟ نه دیگه، نها کن، درستون درس بغلیش همون بود دیگه، متناهی و نامتناهی. آها متناهی، حالا این دارد ها؟ آره دیگه متناهی بود این جوابو که نشد که بشه، خاموش میشه. کجا رو میخوای آقا محمد؟ میم رو میخوام استاد. میم، میم دوباره سفید رنگ میشه. سوال. موجودی دریایی در که در قرآن کریم از آن نام برده شده. چه موجود دریایی در؟ نشنیدیم. چی؟ نشنیدیم استاد. موجود دریایی که قرآن کریم از آن نام برده. مرجان، مرجان خودت. موجود مرجان خودت. مرجان در کجا نام برده شده ازش؟ سوره رحمان. سوره رحمان، درسته. میم قرمز رنگ شده، اینم قرمز رنگ شده. آقا ابوبکر الان یک کلید رو هم بگیرن یا هی جیمی رو بگیرن میرسم به بالای جدول. شما کلید رو نمیتونی انتخاب کنی. الان قاعدتاً باید یه حرف بغل کلید بگیر. آره هی جیمی اون حرف بغل کلید. اشکال نداره بگیر. سوال هی جیمی، جواب با هی جیمی آغاز میشه. آیه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم در این سوره قرآن کریم قرار داره. هی جیمی کجا؟ هی دوتش. هی جیمیه این جوابش. یه سوره با هی جیمی بگو. سوره الحج با هی جیمی. حدید. حدید خفلت بود. دیر گفتی، دیر گفتی، یک ثانیه دیر گفتی. حج رو گفته بودی، قفلش رو هم نکردی، بعد حدید رو گفتی، بعد از تایم کلن حدید رو گفتی و قفلش کردی. خاموشش میکنیم. حدید درسته. یه کلیپ بود، فکر میکنم شاید دیده باشید، هم تو برنامه پخش شد، همین که من گذاشته بودیم توی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینا. اون داره شعر میخونه در وصف سیدنا علی مثلا، اون علی که خودشون دارن، و میگه علی اول و علی آخر و علی ظاهر و علی باطن. بعد همین رو، دقیقا همین قسمتش رو فقط گذاشته بودیم توی فیسبوک. خیلی جالب برای من، حالا اون حرفای خودش رو زده، اون دیگه اون شرکی که خودش میدونه و به هر شکلی داره میگه، اما جالب بود تأویل هایی که در این باره شده بود. یعنی در کامنت ها دیدیم مثلا یه نفر اومده کلی برای خودش خیال بافی کرده، علی اوله، یعنی اول، منظورش اینه که اولین نفری که به پیامبر ایمان آورده، آخره یعنی آخرین نفریه که پیامبر قبل از وفات دیده، نمیدونم ظاهره به خاطر اینکه
قرآن ناطق بوده، باطنه، نمیدونم به خاطر چی از این حرفای چرت و پرت. یعنی من میخوام چیزی رو که بگم اینه که یکی از واضح‌ترین و آشکار، خیلی واضح و آشکار، وقتی میگن که صفات پروردگار متعال رو به انسان‌ها، به من دون الله، حالا هر کسی باشه، هر چقدر اون انسان، اصلا به پیامبر علیه السلام نسبت میدن، کسانی که این کار رو میکنن برای خودشون دلایلی دارن. یعنی یه دلایلی میارن. یعنی اینکه کسانی که به علی اللهی خونده میشن، که حالا علی اللهی هم خیلی کم هستن، کسانی که علی رو دقیقاً خالق این گیتی میدونند، اینها هم وقتی ازش میپرسی یک دلایل خندداری از قرآن میارن که تعجب میکنی، میگی خب بالاخره تو داری علی رو میپرستی، حالا علی برای تو خالق این جهانه، ولی این دلایل از قرآن دیگه چرا؟ و اینم که میگم، حالا این نفر که میگه علی اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است و نمیدونم علی معلم آدم است و نمیدونم تمام اینها چیزا علی اللهی نیستن، اینا چیزایی که شبکه یک پخش میکنه، شبکه دو، شبکه سیما پخش میکنه، نمیدونم بعضیا رو الان جدیدن مد شده هر چیزی رو که افراطیه میبندنش به نمیدونم این شیرازی و مرجع، یکی از مراجع شیعه که شیرازیه و میگن این دار دسته اونا هستن و ما از اینا جداییم، ما هم چون سران وضعی نداریم، اما اینا جز اونا هم نیستن، اینا شبکه خود سیما اینا رو پخش میکنه، همچون شرک های آشکار رو پخش میکنه. ای داده بیداد، خدا همون رو هدایت بده. کجا رو میخوای آقا محمد؟ کجا؟ هی جیمی. سوال. صفت فاعلی از واژه حمد و به معنی ستایشگر و سپاسگزار. حامد قفلش کن. حامد قرمز رنگ میشه، خودش رسوند به بالای جدول. آقا ابوبکر تشکر میکنم برادر عزیز، سالم باشید، خدا حافظ و ناصرتون باشید. خدا نگهدار شما، همچنین شما آقا ابوبکر گرامی از خرم‌آباد. دومین بار هستن که سومین بار که در مسابقه شرکت میکنن. یه بار دیگه اتاق فرمان تا شرکت کننده بعدی رو سریعا وصل میکنه، یه ربع ساعت بیشتر وقت نداریم، شماره ها رو زیرنویس میکنن. برای اینکه بخواید در مسابقه شرکت بکنید، ثبت نام عادی بخواید بکنید، یه چیزی مثل سبد کالا اینطوری باید تو نوبت وایسید، به این شماره پیامک ارسال میکنید و میگید من فلانی هستم از فلانجا، میخوام در مسابقه شرکت کنم. اگر میخواید سریعتر این اتفاق بیفته، به صورت VIP توی مسابقه شرکت کنید، یک کلیپ درست میکنید، کلیپ دعوی کوتاه، و به همین شماره واتساپ یا وایبر میکنید، ارسال میکنید به این شماره و در برنامه پخش میشه. تو مسابقه انشاءالله شرکت میکنید، گرچه لیلا خانم که یا مینا خانم که در مسابقه شرکت کردن VIP بودن، اما انشالله هفته آینده کلیپشون رو پخش میکنیم. میتونید یکی از خطاها و اشتباهاتی که تو جامعه میبینید زیاد اتفاق میفته رو بگید. یکی از این اشتباهات، حال نفر بعدی وصف میشه، به نظر من خیلی مهمه این قضیه، این هست که ما در دین هیچ وقت از خودمون در ابتدا نمیپرسیم در مورد فرامین پروردگار و رسول الله علیه السلام، چیزایی که از قرآن و سنت به ما میرسه، هیچ وقت در ابتدا نمیپرسیم چرا. اگه بپرسیم چرا، فرق ما با فرق یک غیر مسلمون چیه؟ یعنی یک غیر مسلمون هم اگر بگه خب من باید این کار رو بکنم، چرا؟ یعنی دلیل منطقی به من بده. وقتی داریم میگیم خدا گفته که این کار رو بکن، چون ما میگیم چرا، یعنی یه دلیل منطقی میخوام که این کار انجام بدم یا انجام ندم. وقتی ما مسلمونیم یعنی تسلیمیم، یعنی وقتی گفت پروردگار متعال این کار رو انجام بده، دیگه ما اختیاری از خودمون نداریم که فکر کنیم انجام بدیم یا انجام ندیم، ما باید انجام بدیم. بعد که انجام دادیم، برای زیاد شدن ایمانمون، برای اینکه منطق اون قضیه رو بفهمیم، برای اینکه دلیل اون کار رو بفهمیم، میتونیم بریم دنبالش ببینیم که چرا پروردگار متعال این دستور رو به ما داده، دستوری که داریم اجراش میکنیم بیچون و چرا. ولی میتونیم بگردیم دنبال چرا، و خوبم هست که بگردیم فکر کنیم که چرا پروردگار متعال کارو گفتن انجام بدیم، چرا رسول الله علیه السلام کارو انجام دادن. اما در مقابل فرامین نمیگیم چرا، میگیم چشم سمعا و طاعتن، انجام میدیم بیچون و چرا، و بعد میریم نگاه میکنیم که چرا، اگر از قرآن و سنت به ما رسیده باشه. نه اینکه هر کسی، هر ملایی، هر کسی که حالا ریشش بلند باشه، هر کسی که امام مسجد باشه میگه باید فلان کار انجام بدی، از اون میپرسی چرا و دلیل تو بده، میگه در قرآن اومده، میگه چشم.
میگه رسول الله علیه السلام گفته، نگاه میکنی حدیث صحیح چشم. هانیه خانوم، بله. حال شما چطوره؟ سلام. خوبم مرسی. سلام علیکم. از کجا هستی هانیه خانوم؟ از مشهد هستم. از مشهد هستند. کلیپ هم ارسال کردن، کلیپ شما هم انشاءالله هفته آینده پخش میشه. خانم هانیه، چند نفر تو خونه هستن؟ سه نفر. سه نفر. کیو کیو کی؟ پدر و مادر هستن. پدر و مادرتون. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟ من 12 سالشون. هانیه خانم 12 ساله با آقا محمدی که 12 نفر همچین انسانهای بالغ و قوی اونجا نشستن دارن جواب میدن، اما هیچ کاری نداره، هیچ اشکالی نداره. یه بار دیگه ببینیم آقا محمد چند شدن. 2, 4, 5, 50 امتیاز فعلا در دست دارند. 50 رو با 430 جمع کن آقا محمد. 480 امتیاز. چی شده؟ از دور از قبل میپرسم میگم چند شده اونا بهم میگن نمیدونم. واقعا همه چی رو از اونا دارید میپرسید. من دارم موضوع رو 2 ساعتشن توضیح دادم، یه نظر از شما خواستم رو دوباره از اونا پرسید تا اونا بدن بهتون توضیح بدن. ولی خب خوبه، گزینه‌های نور رو سریع توضیح میدن. بریم سراغ نور. سفید رنگ میشه. هانیه خانم با شیوه مسابقه که آشنایی، پدر و مادر رو هم شما برو پیششون بشین، ازشون بخواه که کمکت بکنن. سوال اول مشترک، هر کس سریعتر بهش پاسخ داد از آن خودش میکنه و قرمز رنگ میشه. هانیه خانم پشت خطی؟ بله. آقا محمد؟ بله هستم. سوال، این کشور به سرزمین شکر شهرت دارد. سرزمین شکر. کوبا. سرزمین شکر. یک نفر گفته برزیل، یک نفر گفته کوبا. بریم ببینیم سرزمین شکر کجاست، برزیل یا کوبا. کی گفت کوبا؟ من گفتم کوبا. بریم قرمز رنگ کنیم به نفع آقا محمد. هانیه خانوم آبی رنگی، باید آبی رو به آبی بستانی، کجا رو میخوای؟ به سفید رنگ میشه. سوال، کسی یا چیزی که فردی را از امری باز می‌دارد. کسی یا چیزی که فردی را از امری باز می‌دارد. با ب. کسی یا چیزی که فردی را از امری باز می‌دارد. باز داشتن گل شد. باز داشتن بری نمیشه، باز داشتن میشه. کسی یا چیزی که کسی را از امر باز میداره میشه بازدارنده. بازداشتن تا فعلش درست گفتی اما فاعلش رو نه، خاموش میکنیم، نمیتونیم قبول کنیم. بازدارنده. کجا رو میخوای آقا محمد؟ به رو میخوام. باز به سفید رنگ میشه. سوال براتون پخش میشه، شاخه ای از علم میکروشناسی که به بررسی باکتری ها و راه های مقابله با آنها میپردازد باکتری شناسی یا جای خالی میگویند. باکتری شناسی یا چی میگویند؟ بیولوژی. باکتری شناسی یا بیولوژی. قفلش هم میکنه. باکتریولوژی میگن بهش. بیولوژی به زیست شناسی میگن. زیست شناسی یا بیولوژی یا فارسی بیولوژی. میکروبیولوژی یا میکروبیولوژی. بریم سراغ هانیه خانم. هانیه خانم کجا رو میخوای؟ جواب دادن؟ نه قفلش کردن. انتخاب کنید. نور رو فقط قرمز رنگ کردن، بقیه همه سفیده. همون به رو میخوان. همون به رو میخوان. این بار دقت کن ببین چه چیزی برات میاد. سوال، نمایان شدن، پدیدار شدن و آشکار شدن. نمایان شدن، پدیدار شدن و آشکار شدن. بارز شدن قفلش کن. بارز شدن یا بروز. بارز شدن یا بروز. بروز درسته؟ اصلا درسته. اتاق فرمان میگه دیگه کاری نکن، دیگه تو دست تو کار دیگران میاری. بروز خاموش میشه. نه بارز با بروز فرق میکنه کاملا. نه من میگرم
یک بارز اتاق فرما شما چی میفرمایید؟ قبول میکنیم همونه، بارز هم درسته، بروز هم درسته، یک معنی هم میدن، همونه به قول هانی خانم. کجا رو میخوای آقا محمد؟ عین رو میخوام استاد. عین سمت راست جدول. یک شگرد شیوهی پیدا کرده آقا محمد، شیوه خوبی هم هست. سوال: انفصال و از کار برکنار کردن. انفصال از کار برکنار کردن، عزل کردن، باری کلا قرمز رنگ میشه. خانی خانم کجا رو میخوای؟ ف. ف سفید رنگ میشه. سوال: پروتئینی محلول در خون که در کبد ساخته شده و نقش مهمی در انعقاد خون دارد. پروتئینی که نقش در انعقاد خون داره با ف. فسفر. پروتئینه. 10 9 5 قفلش میکنیم، همون فسفر تا الان. فیبرینیوژن. چقدر چرا نمیدونستی هانیه؟ مگه نمیدونه فیبرینیوژن در توی کبد ساخته میشه بعد توی انعقاد خون چقدر نقش داره؟ هنوز درستون نرسید. الان ما هم تا آخرش خوندیم درسمون نرسیده بود، نمیدونم کجا نوشتن. فکر منتظرش نباش، نمیرسه. کجا رو میخوای آقا محمد؟ شین رو میخوام استاد. شین رو میخوای آقا محمد؟ آه کیف میکنه سال سخت میفته به بچه ها؟ لذت میبرم. آره مشخصه، اصلا یه اون خنده بغلی بیشتر داره لذت میبره. سوال: در دستور زبان جزئی از فعل است که در هر صیغه تغییر میکند و مفهوم شخص و عدد را به فعل میافزاید. یا خدا. در دستور زبان جزئی از فعل است که در هر صیغه تغییر میکند و مفهوم شخص و عده را به فعل میرساند. و عدد را به شناسه. از کجا فهمیدی اینو؟ اینو دیگه آقا مهدی گفت. بیا بیا ببین، یعنی این گلچین کردن، یه چیزی مثل تیم ستارگان جهان بود اومد ایران بازی کرد، یه چیز تو مایه ستارگان دشت زهاب رو گلچین نشستن اونجا. این نمیدونه بغلی مهدی ندونه، عموی مهدی دیگه رد نمیکنه. بریم هانی خانم کجا رو میخوای؟ گزینه ف. گزینه ف. سوال: چیره شدن و تسلط یافتن بر امری. چیره شدن یا تسلط یافتن بر امری چی هست؟ چیره شدن یا تسلط یافتن بر امری. راهنمایی کن. چیره شدن فائق آمدن. فائق شدن. فائق آمدن. فائق شدن. درسته. آبی رنگ میشه. یه دستم دادم براش، بزنید دست رو ادامه بدید روحیه بگیره. نمیزنید دست؟ چرا؟ دو نفر راست میگه. خب اشکال نداره. آقا محمد کجا رو میخوای؟ کلید رو میخوایم استاد. کلید رو میخواد، یعنی محمد چیزه خلف آقا مهدیه. یه نظر آقا. سوال: مقر قبلی و کنونی اوپک کجا بوده و الان کجاست؟ مقر قبلی و کنونی اوپک. استاد عزیز، اول عراق بود، الان فکر کنم امارات باشه. اول عراق بوده بعد اماراته. درسته؟ نه. هیچ کدومش درست نیست. هیچ کدوم درست نیست. اول بغداد بود، الان دیگه امارات. امارات استاد. نه که مقر قبلی، یعنی الان نه قبلی نه اولین بار کجا تشکیل جلسه داده؟ امارات نیست، عراق هم نیست. عراق
کشورهای آسیایی نیست اصلا. خیلی زیاد راهنمایی کردم. وقت تموم شد؟ تموم شد وقتشون. مقر قبلیش هانی خانم میدونی الان کجاست اوپک؟ وینه. الان وینه باریکلا. قبل از وینه میدونی کجا بوده؟ مروژ نبوده؟ یکم جه داره ولی یه چیز دیگه است. تو سوئیسه. تو سوئیسه. بلژیک. تو سوئیسه. سوئیس. ژنو. ژنو. باری که الان درست گفتی. الان تو اتریشه. توی وینه ولی قبلا توی نروژ بوده. توی سوئیس بوده. توی شهر ژنو سوئیس. سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. کجا رو میخوای خانم هانیه؟ کلید. کلید. بریم ببینیم. این هم از کلید. جغرافیات چطوره؟ بد نیست خوبه. بد نیست خوبه. چهار مورد از مناطق آتشفشانی ایران رو نام ببر. چهار تا از آتشفشانهای ایران. دماوند. سبالان. خب. سهند. خب. تفتان در بلوچستان. تفتان در بلوچستان. مطمئنی؟ بله. باریکلا. یه دونه دیگه نگفتی؟ آراراته. آرارات نمیدونم آرارات تو ایران یا تو ترکیه است. لابد تو ایران دیگه. چهار مورد از مناطق آتش فشانی ایران: آرارات، سند، سبلان، دماوند و یه دونه دیگه هم بزمان که نگفتی و تفتان که گفتی. کدومو خاموش کنم؟ این، شین یا نور رو؟ یک لحظه اجازه میدیم. این، شین یا نور، کدوم یکی رو میخوای خاموش کنی؟ این اینجا خاموش میشه. آقا چقدر وقت داریم اتاق فرمان؟ یک دقیقه. بگو کجا؟ یک دقیقه دیگه. فقط آخرین سوال. کجا رو میخوای؟ آقا جیم رو میخوام. کجا؟ جیم. جیم. اینجا سفید رنگ میشه. سوال. ساکن گردانیدن آخرین حرف کلمه یا حذف آن بر اساس قواعد صرف و نحو. ساکن گرداندن آخرین حرف کلمه یا حذف آن بر اساس قواعد صرف و نحو. چی گفتید؟ جزم. درسته. قرمز رنگ شده. وقتمون کاملا تمومه. آبی رنگ هانیه خانوم و سفید رنگ آقا محمد. هفته آینده انشاءالله ادامه مسابقه رو میریم. آقا محمد اشکالی نداره؟ هانیه خانوم میتونید هفته آینده اولین نفر باشید؟ بله انشاءالله. یار بیشتری هم میتونید جمع کنید، قوی تر ظاهر بشید، یعنی تعداد بیشتری ظاهر بشید. ماشاءالله قوی. بریم. تشکر میکنم. انشالله. دو شرکت کننده تا هفته آینده، خدا نگهدارتون. یه بار دیگه شماره رو زیرنویس میکنه اتاق فرمان برای کسانی که میخوان پیامک ارسال کنن تو مسابقه شرکت کنن. به این شماره پیامک ارسال میکنم، میگم ما میخوام تو مسابقه شرکت کنیم، اسممون این از کجا هستیم و یه شماره تلفن ثابت هم برامون میفرستن توی اون مسیج. یا اگر میخوان وی آی پی شرکت کنند به این شماره یک کلیپ دعوی خودشون پر میکنن، یعنی پر میکنن یعنی که ضبط میکنن، رکورد میکنن، بعد برای ما واتساپ میکنن، به همین شماره واتساپ میکنن. که امروز هم مینا خانم و هم هانیه خانم وی آی پی بودن که کلیپاشون هفته آینده براتون پخش میکنیم انشالله. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.